تعجب نکنید، هیچ اتفاقی نیفتاده. نه، من طوریم نیست. فقط نمیدونم تو برنامه‌های گذشته چی گفتم که تهیه کننده برنامه ازم خواست که من بعد یکم دست و عصا را برم. با اجازه شما. هوری خانم خوبشه، بیار. تا فوت هوریه نباشه آتیشا خودش رو خوب نشون نمیدن. من میترسم این فوت تو انقدر کش بیاد تا به فوت برسه. بده، من کار دارم، میخوام برم. امروز دیگه چی کار دارن آقا؟ نه روز حقوق گرفتنه، نه روز دکتر رفتنه، نه روز حموم بیرون. روز قرار با دوستان در پارک. خوبه والا، هفته یه روز دور هم جمع میشین و سر به سر هم میذارین و خاطره تعریف میکنین. تنها این حرف ها که نیست خانم، خیلی موضوع های دیگه هم مطرح میشه. بله، کلی گرفتاری های مردم دنیا رو حل میکنی. چی کار کنیم خانوم؟ واسه آدم های مثل من که یه عمر صبح رفتن و عصر اومدن و تو خونه موندن و تکون نخوردن، همین چهارده قدمان راه نریم واسه دق میشه. خدا نکنه بچهات هستن مثل دسته گل، یکیشونو شوهر دادی، یکیشونو واسهش زن گرفتی، نوه ها اینا مایه دلخوشیه. مخصوصا خیالمونم که از حیث زندگیشون راحته، خودمونم که شکر خدا فعلا زندگی میکنیم. اینا شکر نداره؟ البته که داره، هر ساعتش هر دقیقه شکر داره. قلیون روبرا، سنورم که قلقل میکنه، خاتون گلپونه هم که روبرو بنده است، دیگه چی میخوام؟ این بهترین نوع زندگی تو سنین بالاست. بچه ها رفتن سی خودشون، زحمتی به پدر مادر نمی. ای هفته یکی دوار سلام علیکی. پدر مادرم از لحاظ مالی دستشون به دهنشون میرسه، محتاج نیستن. از همه مهمتر، اونا مسئول نگه داشتن نوه ها نیستن که خودش نعمت بزرگیه. ببینم، میخواین کیف اونا رو بریزیم به هم؟ حکایتشون رو ببریم توی آپارتمان، اونم با چند تا اولاد مزاحم و نوه های آنچنانی. ها؟ موافقی؟ پس بریم. این که تلخه، تلخه. وای خدا مرگم بده، مثل این که یادم رفته شیرینش کنم. حالا نمیتونی بخوری؟ ببینم ساعت چنده؟ هنوز هفت و ربع نشده. بده به من، الان دیگه موقعشه. ببین اگه وقت داریم سر راه یه خورده نون پنیر بیار من بخورم، گرسنمه. آقا کمال، نمیرسی به خوردنش، بی خودی چرا بیارم؟ باشه یه حضور. از حالا تا زور؟ خب بله. آها آها آها، الان وقتشه. دیدی؟ سلام، خوش اومدید. سلام آقا، خوش اومدید. خوش اومد. سلام، سوپ یتون برای آنتی حتما بشه. قضیه هم کتیبی روغن باشه. یه قاشق سوپ خوری بیشتر بهش ندیده. باشه. قربونت برم، تازه عوضش کردم. زانوتون خوب شد؟ خب دیگه دیرم شد. زهر محمود بچه رو میبره. قربان شما. خدا حافظ. به سلامت مادر.
ساعت 10 آنتیبیوتیکش یادت نره. من که هوش و حواس درستی ندارم. خیلی خوب بابا. بابا خودم جیجر بابا مندل بابا بابای بابا جیجر بابا تنبل بابا. ببینم حاضری؟ بله. حاضر حاضر؟ بله. آها یا سلام. سلام. وای 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 امروز خواب موندم مامان. دیشب مگه مهمونا میرفتن؟ تا خونه رو تمیز کردم شد یک. رامین به آقا جون سلام کردی؟ رامین جون شاهاگو بیدار نکنی آن قربون پسرم. آقا جون تو رو خدا اینه دیشب نشه ها، حتما بخوابه. یه ذره انگشت پاشو تکون بدی آنم خوابیده. اگه با تکون دادن شستش میخوابه خیلی خوب باشه. راستی تا یادم نرفته رامین یه مقدار وضع شکمش ریخته به هم دیگه، میوه و اینجور چیزا اصلا نخوره. سوپ مرغ باشه عیبی نداره. برو آقا جون تو دیرت نشه، ما حواسمون هست. برو. راستی اگه مهری و پروانه اومدن بهشون سلام برسونیم، بگین شب جمعه یادشون نره. شما هم که هستی من رفتم. خدا حافظ. خدا حافظ. آقا کمال بگیر ببر به خوابونتش. باباش جونم خوستل جونم جیجر بابایی جان 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 بخ 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 جیجر 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 ببینم شب جمعه چه خبره؟ چه میدونم؟ شوهرش سنار سه شی به حقوقش اضافه شده، حالا مهمونی داده ما رو. سننه خواهراش هم که دوتاشون دعوت کرده. چه میدونم؟ من و تو که برای کمک باید بریم، چون دست تنهاست. خواهراش هم حتما کار دارن. لی داداش بابا بابا خوب نیست دیرم من چیچر اخ جان 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 هوریه خانوم شما حاضری؟ الان دیگه باید یواش یواش برید دم در. نگاه کن آها خوش اومدین دخترای گل. مامان یه قابلمه دلمه درست کرده بودم، میخواستم بیارم یادم رفت، از بس که عجله کردم. اگه تو عصری بمونه ترش میشه ها. ایبی نداره ننه، بالاخره اینجا یه لقمه پیدا میشه. حالا ببینم واسه بچه‌ها چی میکنن. دکتر گفته میتونن میوه بخورن هر چقدر که دلشون خواست، البته غیر از گیلاس. مال من گرفته گیری نداره، هر چی خواست بدین. بابا من اگه خواست بستنی بخره پاستوریزه باشه. چشم، حالا دیرتون نشه بچه ها. خدا به خدا سپردم. خدا حافظ. میگم خانم مهین در پل خونه شون یه مهد کودک باشده ها، مگه نه؟ سهر جان تو برو با بچه ها بازی کن. منظور هر دو سه روز یه بار این حرف رو میزنی منم جواب تو میدم؟ حقوق مهین و شوهرش کفاف اجاره خونه رو میده و شکمشون. مهد کودک ماهیانه کلی پول میخواد. اگه اینجوره پس چرا دوبونی رو؟ چرا اینقدر زیر لب قرقر میکنی؟ هیچی با خودم بودم، میگم که اون که وضعش اینجوریه چرا پس دوبونی رو؟ شما خودت که یه کارمند ثبت احوال بودی و مایی 32 تومن چرا صاحب 6 تا دختر شدی؟ هان؟ اون وقتا ما نمیفهمیدیم، تو هم که پسر 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 میکردی. اصلا میدونی چیه؟ خرم و اکرگی دوم نداشت. پاشو یه چیز بیار بخورم، اقلا یه چایی بده به خود گلوم خوش شده. من که باید برم دنبال سوپ درست کردم. تازه سوپ بخواد درست کردم.
درسته که یه خورده توش مبالغه شده، اما خب واقعا داریم پدر مادرایی که این کارا رو میکنن. آخه سن و سال اینا مگه چقدر میتونه جواب بده؟ حالا تازه 1 2 3 4 فقط 4 تاشون اومدن، 5-6 تای دیگه شون مونده. بابا نه، آقا جون نه، جیچری بابا، بابا خوشدلم، گریه نکنه بچم، با جانم، جونم بابا، آخه، آخه، جانم، نه بابا، نه بیا، نه، خدا بس که دور خودم چرخیدم، سرگیجه گرفتم، آخ، آخه بابا، شرمری بلد نیستی واسش بخونی، از اون قدیمی ها، جوونی ها. دوانا بود ترک دانا بود، به دانش دل پیر و برنا بود. اما واقعا در این جمله حکمتیه که میگه اولاد کمتر زندگی بهتر. قبول نداریم؟ چرا داریم؟ دوستان هوای بزرگترها رو داشته باشیم.